میخوام با دکتر هوبان راجع به آلرژی صحبت کنم. میدونم که چند نوع آلرژی هستش که آدما میخورن یه غذایی بعدش ریاکشن دارن. آره. مثلا پینات بخورن یا توت فرنگی باد میکنن. بادمجون، گوجه فرنگی، تخم مرغ. ولی میدونم شما تو کتابتون در مورد یه آلرژی دیگه گفتین. آره. ببین یک اون آلرژی که گفتی درسته. بله. یه آلرژی هستش که تا غذا میخوری، یه نوع غذاها رو میخوری، فوری بدنمون شروع میکنه ریاکشن دادن. بله. که خب هم راجبش میدونم، بعدم خب اونایی که آلرژی داریم بهش نباید بخوریم به اون نوع غذا، ولی که میگن سریع جوابشو میده، نشون میده خودش. نشون میده. بله. ولی یه آلرژی داریم که بهش میگن دیلید آلرژی، یا آلرژی که طول میکشه تا خودشو نشون بده، و اینا آلرژیای غذایی هستن که وقتی ما یک نوع غذا رو میخوریم اول باید بخوریمش، بعد هضم بشه، بعد بره وارد روده کوچک بشه، از معده اینو بره وارد روده. وقتی که جذب میشه، اگر این غذا ما بهش آلرژی داشته باشیم، حالا یا آلرژی یا حساسیت، یعنی حتی اینتالرنس، یعنی تحملمون نسبت به هضم اون غذا کم باشه، خب این یه مقداری مشکل ایجاد میکنه. به این صورتی که وقتی غذا ما نتونیم هضم کنیم درست، یا آلرژیک باشیم بهش، حساسیت داشته باشیم بهش و نمیتونیم درست هضمش کنیم. بله. وقتی که این غذاها از معده وارد روده کوچک میشه، خب این غذاها در اونجا دیگه باید هضم شده باشه، و بعد از طریق این مویرگ میدونی چیه؟ وین. آها، سمال وینز. آره، باری کرد. مرسی. فارسی داره روز به روز بهتر میشه. این از طریق این مویرگ‌های روده کوچک وارد خون میشه. بله. خب حالا اگر این غذاها درست هضم نشده باشه، درست جذب نمیشه و بعد وارد خون که میشه، این گلوبولای سفید. بله. گلوبول سفید همین وایت بلاد سلز. بله. اینا این غذای هضم نشده رو به عنوان یک دشمن میبینن، به عنوان یک غریبه اجنبی میبینن. بله. و بعدن شروع میکنن با اینا جنگ کردن، چون گلوبول سفید هایی چیز ببینه که احساس کنه که به اونجا تعلق نداره، شروع میکنه جنگ کردن. سربازای بعد دقیقاً شروع میکنن جنگ کردن. بعد از جنگ اینا یه بای پروداکت به وجود میاد که این بای پروداکت باعث اینفلمیشن میشه، یا التهاب یا تورم، و خودشو تو جاهای مختلف بدن نشون میده. بله. توی پوست، می‌خواستم بپرسم تو پوست، توی عضلات، مفاصل، ممکنه سردرد بیاره، ممکن میشه. یعنی جوینتس. بله. خب بازی کلمه دیگه امروز زیاد. بله. خب و وقتی که همه اینا ملتهب میشه، ما مترجم میشیم که اون غذا توجه بکنید، چون میتونه از 12 ساعت بعد از غذا رو خوردیم تا 72 ساعت طول بکشه که خودشو نشون بده. چه جالب. خب برای همین خیلی باید توجه بکنیم. اگر یه موقعی مثلا سردرد میگیریم، یا حالمون بد میشه، یا فرض کن مثلا ناراحتیای آرتروز میگیریم، ولی میرن تست آرتروز میکنن، میگن نه شما آرتروز ندید. ولی واقعا ناراحتی آرتروز، یا خیلی از علائم خیلی از بیماری ها رو از خودمون بروز میدیم، ولی وقتی که تست میکنن نه بیماری ندید. اینا خیلیش به خاطر اون آلرژی های غذایی هستش که باید مطالعه بشه ببینه چه خبره، و تست هایی هم هستش که میتونن انجام بدن. ولی یه راه خیلی راحت میگم برای که میتونه تا یه حد زیادی کمک بکنه، اگه میخواییم ببینید غذایی، یه غذایی مثلا به شک داریم. بله. آره، ببینید براتون خوبه یا زیاد جالب نیست. یکی از راه های اینه که غذایی که میخواییم بخورین رو بذارید توی دهانتون. بله. یه کمی بجویم. ها اول نبض اندازه میگیریم. بله. پارستون اندازه میگیری، ببین مثلا توی 20 ثانیه چند تا میزنه، یاداش میکنه. بله. بعد این غذایی که بهش مثلا شک داری میذاری توی دهانت، یک کوچولو میجوی، بعد همونجور تو دهانت مزه مزه زیر زبون میذاری، بعد از مثلا 20 ثانیه 30 ثانیه نبضتو دوباره تو 20 ثانیه میگیری. بله. اگر این نبض بیشتر از 20% بالا رفته باشه، یک نشونه این هستش که احتمال داره که این غذا زیاد برای شما مناسب نیست. چقدر جالب. اینه که بعضی موقع میبینی یه غذا هست مطمئن نیستی، یه غذا سه بار میخوای، هر سه بار میبینی یه ریاکشنی نشون دادی، میگی خب پس بذار امتحان کنم. این تست البته آزمایشای خونایی هستش که گلوبولای سفید و مقاومتشون رو در مقابل غذاهای مختلف میتونن تست کنن. بهش میگن سایتو تاکسیک تست. خب ولی این یه تستی که تو خونه میتونین انجام بدین. بله. آره. با چقدر هم خوبه برای مادرایی که میخوان ببینن اگه بچه‌شون یه حساسیت داشته باشه. دقیقاً. این دیلید آلرژی، نه اون آلرژی های. بله. اینه که یه راه خوبیه. خیلی. خب مرسی دکتر. شما مرسی از شما. مرسی از شما. هر موقع با شما هستم اصلا بیشتر و بیشتر یاد میگیرم. فارسیت هم داره هر روز بهتر میشه. داره یه روزی بهتر میشه با کمک شما. خواهش می‌کنم. مرسی.